وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد ایالات متحده بنیادهای تحت کنترل ولی فقیه رژیم ایران را هدف تحریم خود قرار می دهد. ستاد اجرایی فرمان خمینی ملعون و آستان قدس رضوی که در چنگال خامنه جنایت جنایتکار است تحریم شدند. وزارت خارجه آمریکا روز 24 دی 99 اعلام کرد ایالات متحده آمریکا امروز دو سازمان تحت کنترل ولی فقیه رژیم ایران شامل ستاد اجرایی فرمان خمینی و آستان قدس رضوی را تحریم کرد این دو بنیاد در عین اینکه تحت پوش سازمانهای خیریه کار میکنند بخش عظیمی از اقتصاد ایران از جمله داراییهای مصادره شده از مخالفان سیاسی و اقلیتهای مذهبی را در خدمت خامنهای دفتر وی و مقامات ارشد رژیم ایران تحت کنترل خود دارند. این نهادها به موجب فرمان اجرایی 13876 که خامنه ای دفتر وی و نهادهای مرتبط به آنها را هدف قرار می دهد، لیست گذاری می شوند. این اقدام به دنبال لیست ماه نوامبر بنیاد مستضعفان توسط وزارت خزانه داری صورت می گیرد. بنیاد مستضعفان مجموع شرکت های عظیمی تحت کنترل خامنه ای است که هلدینگ ها و شرکت های عظیمی را در بخش های کلیدی اقتصاد ایران شامل می شود. وزارت خارجه آمریکا در این بیانیه خاطر نشان می کند که مجموعه بنیاد مستضعفان و قرارگاه سازندگی ضد خاتم الانبیا همراه با ستاد اجرایی فرمان خمینی ملعون و آستان قدس که در تیول خامنه ای و سپاه پاسداران هستند بیش از نیمی از اقتصاد ایران را تحت کنترل خود دارند. وزارت خارجه آمریکا در ادامه میافزاید این نهادها این امکان را به رهبران فاسد رژیم ایران میدهند که از سیستمی از مالکیت بر طیف گسترده ای از اقتصاد ایران سوء استفاده کنند آمریکا به هدف قرار دادن نهادها و افراد ثروتاندوزی که فقط ادعا می کنند به مردم ایران کمک می کنند ادامه خواهد داد.